در ادامه کار نرم افزار ND رو باز میکنیم، ND 54 در منتظر میشیم که نرم افزار باز شد. بعد از اینکه نرم افزار باز شد، از قسمت آیکون اوپن یا قسمت فایل اوپن میتونیم وارد سلاب درایز مورد نظر میشیم، ساتلایت ایمیجز در سطح چابهار. و به عنوان مثال ما تصاویر لنسات سال 2020 رو داریم، مربوط به تاریخ 13 می 2020. و تو این قسمت ما میتونیم باندها رو دونه دونه انتخاب بکنیم و حالا یه سری پردازش ها روشون انجام بدیم. و حالا یه روش که حالا خیلی مرسوم تر و راحت تر هستش اینه که فایل MTL رو انتخاب بکنیم و اوپن رو بزنیم. خب بعد از اینکه فایلی که حالا با پسوند MTL هست یه باز میکنیم و محدوده مورد نظر خودمون رو میتونیم اینجا مشاهده بکنیم که فرزن جنگل های مانگو اینجا هستش. خب حالا ما با یه نگاه بصری میتونیم ببینیم که وضعیت پوشش گیاهی و استدا لندکاور و کارایی و سطح زمین اینجا به چه صورتی هستش، پوشش سطح زمین به چه صورتی هست. خب اولین گامی که ما بعد از باز کردن تصویر MTL انجام میدیم اینه که باید ROI مشخص بکنیم. برای مشخص کردن ROI ما اینجا Region of Interest رو میزنیم و به عنوان مثلا حالات رکتنگلش رو انتخاب میکنیم و فرضاً یه محدوده یو به عنوان مثال برمیداریم، مثلا این محدوده رو میتونیم کوچیکترش بکنیم یا از لایش رو تغییر بدیم. خب اینو که ما انتخاب کردیم، هر جایی کلیک بکنیم این انتخاب میشه و به اصطلاح به عنوان آروهای شماره یک ما ثبت میشه. حالا میتونیم یه اسمی هم براش بذاریم، ولی خب ما فعلا اینجا حالا نیاز نیست اسم بذاریم. ولی خب اگر میخواییم مثلا چند بار همین آروهای استفاده بکنیم، بهتره که اینو به اصطلاح ذخیرش بکنیم. ما اینو به عنوان مثال به عنوان اریا ذخیرش میکنیم، به این صورت اینجا قرار میگیره ریژن آف اینترست. و اگر اینو ما کلیک بکنیم میتونیم به عنوان یه آروهای جدید ذخیرش بکنیم توی مثلا در واقع یه قسمت خاصی از پروژمون. به عنوان مثال یه فایلی اینجا درست میکنیم در دیتا و اینجا همان ریجن اینو ما ذخیرش میکنیم. خب حالا مرحله بعدی کار ما اینه که ما بیان تصحیح ابتدا رادیومتریک و بعد تصحیح اتمسفری روی این داده هامون تو این محدوده خاص انجام بدیم. خب حالا این خاموش روشن بودنش فرقی برای نرم افزار نداره. برای نرم افزار به اصطلاح اگر اینو به عنوان محدوده انتخاب بکنیم، اگر خاموش هم باشه کارش رو انجام میده.